матнои боло бошад. Матнои боло бошад. Иқадар шоирои бузурге дорем, иқадар гуфти азашо лоҳути ва сади ва мисол ҷомию ва ана Турсунзода ва лоиқ ва назар ва гулрухсор ва назар ва гулназар ва гулрухсор ҷон ва охи иёра чи қадар ки мо бухонем кам аст. Боз шеъро мемонам. Иқадар ки ма хондагим сурудои халқира рубоитои халқира ҳам қадар бо мондаги аст. Ним аз бастакоро ма хондагим шоиро, ним аз халқи хондагим. Ма ин хел не ки а? Амир Бегичон, сурудам сетори девона карам. Ай ҳама содорам. Фато Динаев ай ана Хайрулло Абдуллоев, устод Хайрулло Абдуллоев аст, локин дар заминаи пояи оҳангои мардуми халқи тавлид ёфтааст. Шери Абдулло Қодири ай мисол. Дар пушта будум гурум, гурум бо номат. Ана ин аз бастакора ки гӯш кунед. Я рубоӣ бо халқ мехонам баъд. در پشت بدوم گروم گروم با نامت اینا کهی ماز جنگی گرمان آمد اینا کهی ماز جنگی گرمان آمد گر به دست و پامد ای باش نبود گر به دست و پامد ای باش نبود در پیشی برش ستاره رخشان آمد در پیشی برش ستاره رخشان آمد شعری حدیث قربان و آهنگ خیرالله عبدالله این را کی گوش نمیکند؟ نه که باید رو بایی خلق دیگر میخونم ای اول با تو به بفا چرا دل بستم ای تو از تو جدا شدم با غم پیوستم ای دیدم که نمی شود مرادم حاصل ای آخید با دلم سنگی قناعت بستم ای آخید با دلم سنگی قناعت بستم انا بینید تشکر مال عزیز آهنگ بستکار پای نگینه هستند امروز سراینده هایی که از در وقت ایجاد این یا آن سرود از متن های سست و نهایت به منطق استفاده برده یک سرود نو با آهنگ می اندازن یعنی سرود نو تولید میکنن شما همچون سراینده سرود های خلقی به این چه اندیشه دارید؟ وای میگم وای همون حافظ حافظه میگم ما هم جوان بودیم که ما هم سرودای سس داشتیم لیکن ما که استادای بزرگ داشتیم ما را یاد دادن گفتن این سخن این متن نمیشوند حاضر یخی جوان ها ما همه جوان ها را در نظر ندارم ما بسیار حافظ های نتکرار داریم جوان ها هستن باور کنیم هر وقتی ویا خارجی میره ما فخر میکنیم یک کرتا کرتا گوش میگیریم لیکن آن شخصایی که خودشان استادن استاد یعنی نمیپرستن اگر وای استاد داشته باشن هیچ وقتی که سرود رو نمیخونن این خیلی آهنگوی سست انتخاب نمیکنن برای که ما با میگم مفضاشو جون ما جوان بودیم امیر بگی جون جوان بودیم ما را یاد دادن ما همی حدا همی خیلی نشدیم که این سخنه نخون این آهنگ نخون این وای نخون میگفتن ما نمیخوندیم خفه نمیشدیم خفه شدن در کار نه ولی جوان ها رو بگی که چو همی سرود خوندی نپرسیدن او ایخی رسو کردی خوندی اگر رنگ همو استاد میخوندی آشد شود نیکی وای سخنه گرفته اکو به طور استرادی میکنن چیکار میکنن وای رسوا میکنن اونجا میمونه که دیگه همو مخلص هم همو رو دیگه نه تکرار میکنن مثل رنگ گلی بادام دارن یاری خوشنام دی نیخدم گرفته استراد خوندن شد دین نوزه کریم اما یا که یارد منم یاری جان یارد منم اینم گلنازه کریم آب خفه نشود ما دختره که اوزش بسیار حرمت میکنم خودشم رفت و بایشم گفتارشم نه که همی سرود گرفته همو به طور خودش میخوند و خیلی استراد مثال ما خوندیم که وادی و که من برزن و باغ و چمن رسته سر و سمن کرده گل پیرهن بر همه مرد و زن بر همه اهلی وطن توی مبارک شود باز مبارک شود استراد قطی خوندیم خوندیم این آشه میسا ما خلقی خوندیم بگذار استراد کنم بخونن آشه سرودا میخونه که بخونن نه که یاد دهن نمیپرسن که همیره ما چکل کنیم همین سخن همیجاش چکل بود
گرفته تماما رخ میبخشه بخفگی. قبول قبول اپا اپا چیزی که مثال اگر هنرمنده چیزش باید پرسن استاد پرسیدن شرط است. من مثلا کی میره بخونیم یک چیز گفته گذارم برای همه شما، برای جوانای سعادتمند که نشستن. استادای بزرگ برنامه سوق و ششمقام حقیق درجه بخوندن که در آسیای میانه برمانند برنامه سوق و ششمقام خون نیست. نیست یا بریس نمتی زلفی پریشان خوندن یک دختره رقص میکند آدم گوش میکند لذت میبرد. مثلا مثال بای محمد نیازوف در جاده خودشون کمال خوجنده زنده کردن، جورابیک مرادوف مرزا ترسونزاده همه ایجادیاتشون خوندن، استاد ظفر ناظم بدیل زنده کردن، استاد آدینه هاشمی هم سیدا هم بدیل هم همه شاعرای کلاسیک زنده کردن. مقصد ما چی بود؟ هزار ساله ها این استادا خوانده نوشته با ما میراث گذاشتن، ما همونا زنده کردیم. در دل مردم کتاب بسیار آدم نمیخونن، همین شعر من میخونم مثال آخرش به تخلص سیدا است یا حافظ است یا رودکی است یا طغرل است دیگر شاعر است، شما گوش کرده و میگید که ها این شعر فلان شاعر بوده، با همون دلتون گرم میشد با همون شاعر. بله. از این خاطر گفتن در کار است که ما میراث گذار هستیم، بعد از ما باید که صنعت ملی ما از پاپ‌های واقعا ملی که ما داریم در یگان جای دنیا نیست جاودانه زنده ماند. این مقصد است. مقصد اینه که همه مایکل جکسون شود. آنو مردکم تن داد به موسیقی واقعی اصیل، تن داد به موسیقی کلاسیکی، تن داد به چیزی خلقی، تن داد و همه این صنعت ژانرش در کار است. من خدا خواهد یک آلبومی نو میکنم استراد کردی خیلی بعد شما به حالتتون که من چخیل خوندم استراد شاید این هم یک وقت دارد، لیکن من شاید بمانند این روز آوزی استراد آواز خانم نتونم خوندم، های کوشش میکنم که در قطار یا میرویم منم خونم خونده باشم. از این خاطر بین این تفریقه گذاری نیست، جدا اندازی نیست، هر کس در روی خودش برای مردم برای ملت نیست، همه رو تغوری خونن و قیاب داشت خونن و مردم همین براورده هم خیلی نانی گرمی تاجیکی برن روش سرخ باشد، هم خیلی تیاد که روی همون خوانده هم سرخ باشد، روی شنوانده هم سرخ باشد که هم نان خورده. ای وطن جز عشق تو اندشب و گفتار نیست، غیر وصف خاک پاکت بهترین اشعار نیست، عشق حسرت دیدم در چشم مردی به وطن، مرغ پر بشکسته را پرواز دیگر بار نیست، اشکی هست را دیدم در چشم مردی به وطن، مرغ پر بشکسته را پرواز دیگر بار نیست. ای وطن جز عشق تو اندشب و گفتار نیست، غیر وصف خاک پاکت بهترین اشعار نیست. سلامت باشد استاد افضلشاه شادی. در صحنه امروز سراینده باید چگونه لباس و حرکت ها داشته باشد تا بیننده و شنونده ای که مخلص اشدی او است از هنر والای او به پررگی واقف باشد؟ صنعتکار از در صحنه چگونه برآمد کردن و رفتار کردنش و دل مخلص میدارد و غلبه میکند، یعنی مخلص پیدا میکند. هنر چشمه زاینده میگوید سعدی شیرازی. اگر هرچند حافظ در صحنه خودش داشته با یک اگر همون رقص هم کرده خونی در خودت زیبا، هنرمند باید که اولی اول در صحنه خودش واقعا برای مردم آداب باشه نشان دهد، چون تمام گودکا تمام فرزندای ما نسل آینده ما از ما یک چی میآموزند، ما آداب ما میبینند، سخنرانی ما میبینند، لباس پوشی ما میبینند و به ما تقلید میکنن با لباس پوشی ما به دیگر چیزا. یک شاعر بزرگ میفرماید که هر چند پیر و خسته دل و ناتوان شدم، هرگاه که یاد روی تو کردم جوان شدم. شکر خدا که هر چی طلب کردم از خدا، بر منتهای همت خود کامران شدم. من پیر سال و ماه نیم، یار بی وفاست، بر من چه عمر میگذرد پیر از آن شدم. دوشم نوید داد عنایت که حافظا، بازا که من به عفو گناهت زمان شدم. چی سود از زر الا یاری زر افشانی، جوانی را چی از ازلال شوخی بدخشانی، جوانی را چی دانا بود چی زیبا بود چی جویا بود، اما زود به نادانی به حیرانی به سرسانی
جوانی رفت. من در جمعستی برنامه اندیشه دارم که هر یک ژانر موسیقی در صنعت سرایندگی خوب است، اگر که آن اصیل باشد و صمیمی باشد. بله، واقعا هم سرودی زندگی باید مقامی جاویدانه داشته باشد. موسیقی و سرود با قلب و روح انسان آسایش میبخشد و کاش هر آن نفری که در این جاده پرمسئولیت گام میگذارد توسط آفریده خیش دل هزارها نفر مخلصان را به تسخیر آورد. و دور نمیرویم، چنانی که میگن اگر که از دل آید به دل برسد. بگذار که سرودها از دل آیند تا به دل هزارها مخلصان برسند. و در اینجا فکر میکنم برنامه نوبتی زندگی به پایان میرسد. سربلند و خانه آباد باشه. صنعتکارای جوانی ما، صنعت تاجیک ما را چقدر بلند بردارن که ما از روی اینا فخر کنیم. انشاءالله داغو هستین در کجایی که باشید. سلام علیکم. بابا ما قدیم است تو کی اشرم کو هستی.